درود بسیار حضور بینندگان گرامی و عزیز تلویزیون ایران فردا. من سیروس مشکی، وکیل دادگستری، خوشبختم که باری دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان گرامی باشم. برنامه‌ای در جستجوی عدالت روزهای پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت غرب امریکا به نظر شما میرسه و بازپخش اون در روزها و ساعت دیگر. همچنین میتوانید در یوتیوب و فیسبوک هم این برنامه رو دنبال بفرمایید. برنامه در جستجوی عدالت اختصاص دارد به مباحث حقوقی، اجتماعی و تاریخی. پیشاپیش از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم. یادآور میشوم که در صورتی که نظرها و پرسش هایی رو در زمینه مباحثی که در اینجا مطرح می شود دارید، می توانید با ایمیل من سیروس مشکی cyrusmeshki@gmail.com مطرح بفرمایید و با کمال افتخار من به اونها توجه خواهم کرد. همچنین از کارگردان فنی برنامه آقای سپهر خسروی سپاسگزارم که برنامه رو با مهارت اداره می کنند و به نظر شما می رسانند. در برنامه امروز مایلم توجه شما رو جلب کنم به قسمت‌هایی از یک گزارش بسیار تکان دهنده، مستند و جالب که توسط بنگاه معتبر بی بی سی تهیه شده و حاوی تاریخچه‌ای از بخشی از گرفتاری‌هایی است که ملت ایران پیدا کرده بعد از انقلاب اسلامی و نمونه از محاکمات ناعادلانه و نابرابری که در ایران ما شاهدش هستیم و متاسفانه دادگاه‌های انقلابی و این گونه دادرسی‌های که انسان رو به یاد دیوان بلخ می‌اندازد همچنان وجود داره. به عنوان مقدمه عرض می‌کنم که همونطور که می‌دونید آنچه که بعد از انقلاب اسلامی در ایران اساساً مورد توجه قرار نگرفت و بلکه به شدت مورد تضعیف و تخریب قرار گرفت، مسئله حقوق بشر بود و حقوق اساسی انسانها، دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی، به طوری که ایران در واقع ایرانی که همواره حامی حقوق بشر بود و منشور حقوق بشر اول رو در دنیا کوروش کبیر ارائه کرد، امروزه جایی شده که خالی از اقلیت‌ها داره میشه و همه به نوعی در صدد گریز هستند، هرچند که اکثریت هم دل خوشی ندارند و مایل به گریز هستند. اما مثلا قتل عام‌ها و بگیر و ببندها و مصادره اموالی که از اقلیت‌های کلیمی و بهایی و زردشتی و همچنین ارامنه شده است در مطلبی نیست که بر کسی پوشیده باشه. در یک مورد، در یکی از نمونه هایی که میتونیم امروز راجبش صحبت کنیم و در این برنامه در اون مطرح شده، مسئله محاکمه اعضای محفل دوم بهائیان ایران هست. اصولا بهائیان در نقاطی که زندگی می کنند یک گروهی 9 نفره رو انتخاب می کنند به رأی عمومی برای اینکه هدایت امور جاری اونها رو در اون شهر و در اون محل به عهده داشته باشند و در ایران هم همواره چنین بود. در بلافاصله در زمان انقلاب 9 نفر اعضای محفل بهائیان ایران رو به نحو مرموزی رو بودند و از بین بردن، کسانی مثل دکتر علی مراد داوودی که استاد فلسفه دانشگاه تهران بود، یکی از برجسته‌ترین مغزهای دانشی و فلسفی ایران بود، مؤلف کتاب بی‌نظیر شناسایی و هستی و سایر کتاب‌های دیگه و سالها به تعلیم و تربیت دانشجویان پرداخته بود، ناگهان این شخصیت بارز و ارزنده ناپدید شد، گویا او رو ربودند و هیچگاه هم از سرنوشت او خبری به دست نیامد. بسیاری دیگر از اعضای این محفل بهائیان هم به همین ترتیب سربنیز شدند و از اونها خبری به دست نیامد. اصولا بلافاصله
گروه دیگری به جای اونها نشستن که اونها رو هم دستگیر کردن و همه رو اعدام کردن. بار سوم گروه دیگری انتخاب شدند که اونها رو هم گرفتن و اعدام کردن. بعد از آن بهائیان در ایران محفلی نداشتند، بلکه یک گروه 7 نفره رو برای تنسیق امور شخصیشون مثل ثبت ازدواج و مسائل مربوط به کفن و دفن و امور شرعی انتخاب شد که اینها هم متاسفانه همه به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند. و ولی امروز فیلمی که به دست آمده و معلوم نیست که چگونه از داخل دادگاه انقلاب در همون سالهای اول انقلاب برداشته شده و محاکمه محفل دوم بهائیان ایران رو نشون میدهد، که البته اونها 9 نفر بودند و از این 9 نفر خانوم ها در این فیلم ظاهر نمیشن، معلوم نیست که اونها کجا بودند و چرا فقط آقایون رو در این دادگاه آوردند. ولی از جمله کسانی که در این فیلم دیده میشن در این محاکمه، آقای زنده یاد هوشنگ محمودی هست که بسیاری از بینندگان قدیمی تر با چهره ایشون و نام ایشون در تلویزیون ایران آشنا بودند، برنامه کودک رو اجرا می کردند و از جمله چهره های دیگر که شما در این فیلم ملاحظه خواهید کرد، آقای دکتر سیروس روشنی هست، یکی از نابترین و پاکترین مردانی که در ایران بود، آقای مهدی امین امین، وکیل برجسته و مبرز دادگستری، همچنین آقای دکتر محمود مجذوب که ایشون هم یکی از وکلای بسیار شاخص و ارزنده دادگستری ایران بود، آقای مهدی صمیمی و کسان دیگری که ملاحظه میکنید. من تقاضا میکنم که به بخشی از این محاکمه و این گزارشی که بی بی سی لندن تهیه کرده توجه بفرمایید. نباید محاکمه بشه. اون چی که در این فیلم دیدم میتوانم خلاصه کنم در یک جمله: محرومیت از آرسی آدنانه. چه به طور جامعه، چه به طور انفراد در صادر شده این جرمی خود تمام دیگه. اجازه بدید دار ندید آقا، دار ندید، اجازه بدید دار ندید. یعنی حکومت ایران ظالمه و داره تایید میکنه. نه این تاییده دیگه، تاییده. As long as the revolutionary courts continue to operate the way they have, I'm afraid that the Islamic Republic has a very efficient way of repressing dissent and political opposition. چی نمیگفتم؟ فقط منو بردن دادگاه یا آخونده بود میشسته و پشت میز. There is this possibility for every Iranian citizen to be tried in this court. Somewhere, somehow, anytime. مادرم با پدرم دستگیر شد. پخش کردن این دادگاه از تلویزیون یه جوری در واقع اولا نشونگر این بودش که ما داریم محاکمه میکنیم، ما برخورد جدی میکنیم. من میدونم که با زندانی بودن من، پسرم، خانواده نزدیک من به نوعی تو تمام این سال‌ها شکنجه شدن. It isn't just about the past. It's about the present reality of the challenges that we face in moving Iran towards a culture of human rights. Thank you.
Within few days of the revolution's victory on February 11, 1979, Ayatollah Khomeini appointed a cleric by the name Sadegh Khalkhali to be the religious judge or Sharia judge. Khalkhali moved very quickly to issue death sentences against the high officials of the Shah's regime. این خونها جواب میخواهد. این خونها فقط و فقط جوابش میتواند همین کشتن این منحوس بوده باشد. Many of these early tribunals were held in the Refah School for Girls in Tehran, where Ayatollah Khomeini was residing at the time. Some of those individuals were being executed literally on the rooftop of where he was living. By the spring of 1979, revolutionary courts turned their attention to dissidents and political forces who did not want to see Ayatollah Khomeini and his Islamic version of the new state to be consolidated. اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشد، انقلاباتی که واقع میشد، پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عام نم دار میزنند و آتش میزنند، تمام میشه قضیه. اوائل همه فکر میکردن که خیلی این انقلاب نمیمونه، ولی همینطور که گذشت و شروع کردن اذیت و آزار و چه باهایی ها و چه غیر باهایی ها، ولی البته با باهایی ها خشونت به خصوصی داشتن. اسلام and Shia Islam accepts religions of the book, i.e. Christianity, Judaism, Zoroastrianism. Baha'is don't fit into that. Shiism has been very intolerant of Baha'ism because it considers Baha'ism not only as a heresy, but also as a major threat. Baha'i کنار عدل منار روشن شده و خسارتی که این فرقه زاله مزله از نظر اقتصاد به این مملکت ما وارد آوردن الله اکبر. بله، در با دیدن این صحنه ها و ملاحظه میکنید که حتی وقتی قاضی دادگاه هم شروع میکنه به تفهیم اتهام، با لحنی و عباراتی شروع به سخن میکنه که نشون میده که پیشاپیش رأی خودش رو صادر کرده و به نحو کاملا یک طرفه و مغرضانه در واقع دادگاهی است که بیشتر انسان رو به یاد دادگاه های بلخ میاندازد. به یک موزیک ویدیو توجه بفرمایید، باز میگردم به دنبال این برنامه. عاشق نشدی زاهد دیوانه، چه میدانی در شعله نرقصیدی پروانه، چه میدانی پروانه، چه میدانی بس تو به که بهش گستم، روغن مزنه
گذشتی پیمانه چه میدانی یک سلسله دیوانه افسون نگاه او ای قافل از آن جادو افسانه چه میدانی تا چند بر سر سجاده می خوردن پنهانی می خوردن پنهانی خب بینندگان گرامی، در زمینه گزارشی که بنگاه بی بی سی تهیه کرده بود از دادگاه‌های انقلاب ایران در این سالها اوایل انقلاب و بعد از آن توجه کردید و در این برنامه متوجه شدیم که چگونه دادگاه‌های انقلاب اسلامی در برخورد با 7 تن از اعضای جامعه بهایی که در همون سالهای اول انقلاب دستگیر شدند و در یک محاکمه عجولانه و غیر منصفانه و یک جانبه محاکمه شدند به اصطلاح و همه اینها تیرباران شدند و از بین رفتند و همچنین گزارش هایی که وقتی که با حقوقدان ها افرادی که حامی حقوق بشر هستند خانم شیرین عبادی و بسیاری دیگر از حتی بازماندگان کسانی که معدوم شدن در این انقلابات در این گزارش آمده است که به نحو عجیبی تکان دهنده است. اجازه بدید به قسمت دیگری از این گزارش توجه بکنیم. این صدای تفنگ مشخص بود، صدا به این در خورد. 3 نفرم پاسدار آمدن و فوری به ما گفتن که شما هیچ کاری نمی کنین، با هم حرف نمی زنین، میرین کنار میستین تا سوال جواب بشه. کامران و من هم پلو هم نشسته بودیم و که ما رو بردن به زندان. اون موقع که پدر من دستگیر کردن به من نگفتن و چون معمول اون روزها این بود که بابا هر چند روز یه دفعه می اومد خونه، بعد نمی اومد، غیر عادی نبود که بابا نیاد خونه. یک شب ساعت 9 شب بود که در رو باز کردن، یکی از پاسدارا اومد گفت فریده صمیمی باشو. گفتم منو کجا میبرید؟ گفت من تو رو میبرم خونتون. من شروع کردم گریه کردم. اما
همین که کشتن به ما اطلاع دادن که امشب اینا رو کشتن. اون موقع بود که دیگه فریاد می‌زدم. به من گفتن که شوهر پدرت شهید شده. و وقتی اینو به من گفتن، با اینکه ما انتظارشو داشتیم، ولی وقتی که شنیدم خیلی برام سخت بود. اینا ردیف میان رد میشن. اول آقای امین امین، بعد بقیه. وسط بدون اینکه برسم به سکوی اعدام، یکیشون مثل اینکه میگه که از همدیگه خداحافظی کنیم. همدیگه را که میبوسیدن، اونایی که تو سکو واسده بودن که با تفنگ بزنن، اینا متوجه نمیشن اینا چی کار میکنن. وقت همونجا به سکو نرسیده، همشون رو تیر باران میکنن. هیچ وقت خودم یادش نمیره. کامران رو خوب هر روز یادمه. ثانیه ای نیست در زندگیم که به یاد نداشته باشم. بنابراین هستم با اونا. The revolutionary courts in the 1980s were primarily held in secret, and their deliberations were not open to the public, and of course there were no juries either. بعضی از محاکمات 5 دقیقه، 10 دقیقه، 2 3 دقیقه، یعنی صرفاً در حد اینکه بگن ما محاکمه ای رو انجام دادیم. صرفاً در حد اینکه فرد رو در اتاقی به اسم دادگاه بنشونن و بهش بگن که تو ضد انقلاب هستی یا تو باقی هستی، یعنی اتهاماتی هم که بود به این شکل بود. ما میخوایم اسلام را تعریف بکنیم. اینها از یکی از اینا آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخری ها را، اونها که آقا خلقالی مثلا میکشتن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، in the first years of the Revolutionary Court, there was no place for lawyers. There was no need to find out if people have committed a crime. Just being against the regime was enough to prosecute a person. Lajavardi was very vocal to repeat this idea. اما من نکته رو اینجا باید بگم، بلخص در این جرایم ضد انقلابی خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن، چون بالاخره یه مقدار باید اعتقاد داشته باشه به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از یک متهمی رو به عهده بگیره که بیاد ازش دفاع بکنه. مگر یک وکیل وقتی که از یک قاتل دفاع میکنه شریک در قتل میشود؟ پس چرا حکومت ایران تصور میکند که اگر یک وکیل از یک متهم سیاسی یا عقیدتی دفاع بکنه با او الزاماً هم عقیده است؟ معمولاً دادگاه انقلاب قضات در اونجا کار میکنند که بیشتر مورد اعتماد وزارت اطلاعات هستند و به ویژه در پرونده های سیاسی و عقیدتی همیشه مأمورین امنیتی نفوذ زیادی روی قضات داشتند. At the beginning of the trial, we hear a crowd chanting, "Death to America, death to Russia, death to those that deny the velayat faqih," which is a reference to rule by the Islamic jurist. So one immediately sees that the climate within the Revolutionary Court is one of chanting violent slogans rather than allowing for any
impartial or proper hearing of evidence. کامران صمیمی، محمود مجذوب، فیروز روشنی، عزت الله فروهی، جلال عزیزی، مهدی امین‌امین، عزت الله روحانی. یعنی حکومت ایران ظالمه و داره تایید میکنه. نه، این تایید دیگه. تایید عنوان تایید نامتونه. جواب بفرمایید. تایید نامتونه. آیا ما از شما سوال میکنیم؟ من سوال آیا The only evidence against the defendants are a series of documents which are entirely inconclusive, if not absolutely irrelevant. این آقا در این مقدمه شرح وقایع که به تصویب بقیه رسیده نوشته اعزام نماینده های بهایی به دفتر فرد آن ظالمان جبار و جالب اینجاست که علمای کشور اسلام مسئولین خدمتگزار مملکت جبارند و ظالمند به عقیده آقایان. زمانی که اینها داشتن محاکمه می شدن هنوز قانون مجازات اسلامی تصویب نشده بود که توهین به رهبر یا توهین به علمای اسلام در واقع جرم انگاری شده باشه. There's a remarkable point in the trial where the prosecutor shows a piece of evidence, the smoking gun, if you like, which is a document showing that Baha'i children have been expelled from schools, from elementary schools, because of their religious beliefs. And the prosecutor accuses the National Assembly members of espionage, of defaming the Islamic Republic by spreading this information abroad, almost as if it's a state secret. این نامه‌ای که در رابطه با مدرسه بچه‌ها هست که نوشتن که شما عقیدتون نمیدونم برنامه‌تون رو بنویسید، عین اینو فتوکپی کردید و برای اسرائیل فرستادید. آیا اینها غیر از اینکه شماها عاملی هستید برای ارتباط دادن ایران مسائل و اخبار ایران برای اسرائیل چیز دیگری میتونه باشه؟ نه، برای اسرائیل به هیچ وجه نبوده. بچه ها از مدرسه بیرون میکنن. بهایان ایران هیچ کسی کار بهشون نداره. این شماهایی با این. And what is truly, truly absurd is when the prosecutor accuses the elementary school children of being spies. بچه ای در مدرسه اخبار مدرسه رو رد کنه و برای رادیوهای آمریکا بفرسته، مسلماً اون مدرسه رو بیرون میکنن. اگر شما کار اجازه بدید، اگر شما هیچ کار. The footage stops before the end of the trial, so we never learn whether they were sentenced to death within that courtroom or possibly at a later date. The written verdict of the court states that all eight members of the National Spiritual Assembly that were arrested were present for the trial. بله، متاسفانه همونطور که گزارشگر هم در پایان گزارش خودش اعلام میکنه، حکایت همچنان باقی است و این شام تیره و تار همچنان ادامه داره. این دستگاه های ظالمانه که به جای اینکه با وجود اینکه نام خودشون رو دادگاه و دادگستری گذارده‌اند، به قلع و قمع دگراندیشان و مردم بیگناه پرداختند و در 36-7 سال اخیر پاره ای از پاکترین انسانهای ایرانی رو از بین بردند و متاسفانه مغزها و کسانی که جایگزین نخواهند داشت. جای تأسف است و با این امید که روزی خورشید حقیقت بر سرزمین ما هم بتابد، شما را به پروردگار بزرگ می سپارم.